سارا هستم از پرژن وارز جوایز پارسی در لندن. با برنامه کوچ از سری برنامه های پرژن وارز جوایز پارسی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز در خدمت مهمان عزیزی هستیم، سرکار خانم آناهید آریا. خیلی خوش اومدید خانم آریا، خواهش میکنم بفرمایید. سلام میکنم به شما و همه کسایی که دارن ما رو تماشا میکنن. خیلی خوشحال هستم که در حضور شما هستم. امیدوارم که برنامه خوبی باشه و کسایی که دارن ما رو میبینن لذت ببرن و اطلاعاتی که میدیم، چیزهایی که میگیم براشون طوری باشه که بتونن استفاده کنن و توی روندی که حالا شاید اونها هم بخوان مهاجرت کنن بهشون کمک کنیم. سپاس از حضور شما. خانم آناهید، میدونید که برنامه کوچ در ارتباط با تجربیات مهاجرین هست. خواهش میکنم بفرمایید که دلیل مهاجرت شما چی بود و از ابتدا تا به الان این مسیر چجوری برای شما طی شد؟ من هم با خونه ترکیه من داشتیم در این راستا. خودتون میدونید که افراد زیادی که مهاجرت میکنن پناهندگی مهاجرت میکنن، ما هم از هم داریم که خب هدف ما این بود که بیان به کشور دوم که ترکیه هست و از ترکیه به یک کشور سوم بریم، که خب یک سری شرایط پیش اومد توی روندهای مهاجرتی از طریق پناهندگی که برای ما سختتر شد این که بخوایم بریم، و ما حدود 7 سال هستش که اینجا منتظر هستیم که به کشور سوم بریم. قطعا دلیل موجهی بوده، چون که خب میدونید که من شخصا خودم خیلی آدم ایران دوستی هستم، کشورمو دوست دارم و دوست داشتم که اونجا باشم. هنوز هم غصهش رو میخورم. من اونجا بازیگر تئاتر بودم و دوست داشتم همیشه به زبان مادری خودم روی صحنه برم و تئاتر بازی کنم، که این شرایط حالا خب توی کشورهای دیگه خیلی سختتر ممکنه که پیش بیاد. ما به خاطر یک سری مشکلات دینی و سیاسی که در ایران داشتیم مجبور به مهاجرت شدیم و خب روند پروسش آسون نبود، به خاطر اینکه مجبور بودیم کل زندگی ما رو رها کنیم و با آگاهی به اینکه دیگه هیچ وقت نمیتونیم برگردیم به کشورمون خارج بشیم. یک سری افراد هستن که خب میرن میان، ولی وقتی تو میدونی این رفتن دیگه بازگشتی درش نیست، خیلی شرایط متفاوت میشه. بله، حالا به هر حال همونطور که فرمودید افراد به دلایل مختلف مهاجرت میکنن. اولین دغدغه ای که همه افراد دارن در مهاجرت قطعا زبان هستش. به هر حال کشور ترکیه نیازمند زبان ترکی بود و شما هم الان مدت زمان طولانی هست که در ترکیه زندگی میکنید. قبل از ورود به ترکیه میخوام بدونم آیا زبان رو قوی کردید و وارد ترکیه شدید، یا اینکه نه در اونجا مطالعاتی داشتید؟ اونقدر پروسه مهاجرتی ما یهویی و ناگهانی بود، مخصوصا برای منی که خب سنی نداشتم، 17 سالم بود. اصلا همیشه دوست داشتم مهاجرت کنم به خاطر مسائل و به خاطر محدودیت ها، به خاطر تفاوت تفکراتمون توی ایران، چون من آدمی بودم که از سن کم تفکراتم نسبت به دین تغییر کرد و حتی من توی 17 سالگی با همسن و سالهای خودم هم یک سری مشکلات داشتم. من در اصل مشکل نداشتم، اونها با من مشکل داشتم. حتی نمیتونستم با کسی دوست بشم وقتی تفکراتم رو خانوادهشون متوجه میشدن. در اصل من دوست داشتم مهاجرت کنم، ولی به این سبک نه که بخوام مجبور به مهاجرت بشم. ولی خب زمانی مجبور به مهاجرت شدم، و یه خاطره هم بگم راجع به این، من زمانی که به ترکیه اومدم در زبان فارسی، حالا اگر به زمان قاجارم برگردیم، به کلمه آفرین میگفتن مرحبا. ما موقعی که اومدیم ترکیه همه برم گفتن مرحبا مرحبا. من خب اون موقع نمیدونستم، گفتم چرا هی برم میگن آفرین آفرین. برام خیلی جالب بود، نگو اینا سلام یعنی مرحبا. بعد خب دیگه کم کم یاد گرفتم و هیچ چیزی نمیدونستم. اولین کلمه هم که یاد گرفتم کلمه ایندیریم بود، یعنی تخفیف. میرفتیم خب مغازه رو نگاه میکردیم، توی ایران که نبود، همه برندا رو اینجا داشت و خب برام جالب بود. حدود 1 سال طول کشید که من چلنج زبان رو طی کنم
ولی خب الان کاملا مسلط صحبت میکنم بدون اینکه به هیچ کلاسی برم و هیچ معلمی داشته باشم، با گوش کردن به آهنگا، کار کردن، توی محیط قرار بگیری. اینکه توی محیط قرار بگیری خیلی بهت کمک میکنه. یعنی اگر من هر چقدرم توی ایران کلاس میرفتم، چون توی محیطی نبودم که بخوام به زبان ترکی صحبت کنم، باز هم نمیتونستم به این روزونی صحبت کنم. اینجا خیلی راحت الان بعد از 7 سال، خب کسانی هستن که بعد از طی کردن همین مدت هم نمیتونن هنوز کاملا مسلط صحبت کنم، مثل مادر و پدر خودم. خب حالا سنشون بالاتر هستش، یک سری چلنج های دیگه تو زندگیشون دارن، نمیتونن زیاد وقت بذارن روی این موضوع. و اصلا خب چون من بودم و خواهر کوچکترم بود که اینجا تحصیل هم کرد و کاملا مسلط به زبان ترکی، حتی بهتر از خود من، خب مثلا دکتر میخواستیم بریم، جای اداری میخواستیم بریم، از ما کمک میگرفتن. به خاطر همین این که ما زبانمون رو کامل تقویت کردیم برامون کافی بود. خب پس اینطور که متوجه شدم الان شرایط برای شما از نظر زبان مناسب هست و میتونید کارهای خودتون رو به راحتی انجام بدید بعد از 7 سال. خب این خیلی خوبه. بفرمایید که خب به هر حال دومین دغدغه برای کسانی که مهاجرت میکنن کار هستش. به هر حال نیازمند این هستن که بتونن خودشون رو از لحاظ مالی تأمین بکنن و بتونن روزمره رو بگذرونن، و برخی از کشورها حمایت مالی نمیکنن مهاجرین رو. میخوام بدونم شرایط کاری به چه نحوی بود بعد از اینکه وارد کشور ترکیه شدید؟ این خیلی سوال خوبیه. خب من توی صفحه اینستاگرامم هم هر روز افرادی هستن که شاید باورتون نشه من آدمی نیستم که تو این زمینه فعالیت کنم، ولی آشناها یا افرادی که حتی منو نمیشناسن تا صفحه من دیدن که من ایران زندگی نمی کنم، میان این سوال رو میپرسن آیا ترکیه کار هست یا نه، شرایط شغلی چطوریه، از پس مخارج برمیای، مخارج چطوریه. اینو باید بگم که توی ایران شما من از اون بپرسم یک زندگی ساده شرایطش چطوری هست، هیچکی نمیتونه جواب بده، چون که لایف استایل آدم ها، سبک زندگی آدم ها با هم متفاوته. نگاه کنید، شما اگر بتونید اون تابوی ذهنی خودتون رو بشکنید، بگید که من هر کاری حاضرم برای پیشرفتم انجام بدم. قطعا شما اگر وارد یک کشور جدید بشید، وقتی زبان اون کشور رو بلد نیست، توقع نمیتونید داشته باشید که یک کار خوب بهتون بدن، پشت میز بشینید، حقوق خوب بگیرید، ساعت کارتون کم باشه، خودتون مشخص کنید و بخواید پیشرفت هم بکنید. خب غیر از این که شما یک حرفه خاص رو بلد باشید، مثال میزنم، شما مهندس باشید، عکاس باشید، برنامه نویس باشید، گرافیست باشید، یا از این دست آرایشگر باشید، که بتونید یک سری خدمات رو بدون نیاز داشتن به حد سطح بالای زبان انجام بدید. در غیر این صورت خب افرادی که میان اینجا توی رستوران ها کار میکنن، از ظرفشویی گرفته تا گارسون بودن، تا آشپز بودن، تا کار کردن توی حالا یک محیطی به اسم صنایع هست، کارهای بیشتر برای آقایون هستش، نجاری و برقکاری و بنایی و این دسته کارها. به عقیده شخصی من اگر کسی دنبال پیشرفت کردن هست، میخواد بیاد یک کشور دیگه که اینجا پا پیشرفت کنه، شرایط سختی داره یا به هر دلیلی، به نظر من باید این چلنجر رو پیش خودش حل کنه و بیاد به کشور بعدی. ولی خب اگر یک نفر حرفه داره زبانش رو تقویت میکنه، میتونه کار خودش رو داشته باشه. ما اینجا حتی پزشکانی داریم که دندون پزشک هستن، پزشک ارتوپد داریم، پزشکای حتی متخصصی داریم که فعالیت میکنن. هر چقدر شما حرفتون، یعنی اون توانایی که دارید سطحش بالاتر باشه، پیدا کردن کار براتون راحت میشه. ولی کار هم هست، کارهای سخت هست. شما میتونید کارهایی که حالا یک مقدار به درد سطح بیس جامعه میخوره، کسی که توانایی خاصی نداره میتونه انجام بده، اونها رو میتونن توی ترکیه پیدا کنن. ولی خب باز بسته که به سبک زندگی داره که اون فرد دوست داره چه کاری داشته باشه، چه کاری انجام بده. و حتی افرادی که پول دارن ولی توانایی ندارن، میتونن بیان اینجا و سرمایه گذاری انجام بدن، اون هم یک مورد جدایی هستش. بله اینطور که من متوجه شدم شما به هر حال با عجله وارد کشور ترکیه شدید و از قبل قصد مهاجرت نداشتید.
میدونید که به هر حال وقتی آدم مهاجرت میکنه به دلیل اینکه تفاوت فرهنگ وجود داره، با اینکه ترکیه نظیر کشور ما هست ولی تفاوت فرهنگی وجود داره، یه سری مسائل ایجاد میشه بین فرهنگ ها وقتی که مهاجرین میرن وارد کشور دوم میشن. تجربیات خودت شما چی بود در ارتباط با اون فرهنگ، تفاوت فرهنگ که بین ایران و ترکیه هستش؟ من فقط نظر خودم رو نمیگم، ولی خب بعد نظر شخصی خودم رو هم میگم. طبق گفته افرادی که من اینجا میبینم، به نظر من حالا با وجود اون تفاوت فرهنگی، ولی باز فرهنگ مردم ترکیه خیلی به فرهنگ ما نزدیکه، هم به خاطر اینکه اکثر مردم ترکیه مسلمان هستن و خب یک سری شما نگاه کنید دین اون جامعه به تفکر اون جامعه خیلی بستگی داره، یعنی تفکر اون جامعه به دین اون جامعه خیلی بستگی داره. به خاطر اینکه مسلمان هستن، خب مثال میزنم، فرهنگ آداب معاشرت که دارن اونقدر زننده نمیاد به چشم ما ایرانی ها. شاید یک خانم و آقای 50 ساله اگر از ایران مهاجرت کنن برن ایتالیا، توی کوچه های ایتالیا راه برن یا فرانسه، براشون رفتار جوان ها عجیب بیاد، چقدر بیپروا، چقدر خب اونها اونجاها راحت میشه همدیگر رو بوسید، یا مثلا توی خیابون ها شما صحنه های خیلی راحتی از لباس پوشیدن آدم ها میبینید، ولی باز اینجا همه چیز یه ذره باز میره توی یه محدوده خاصی. یعنی اینجا عرف دارن، اینجا چیزی که خب جامعه های بازتر و آزادتر اینو ندارن، که مثلا این عرف جامعه ما نیست ولی توی ترکیه هست. احترام به بزرگتر، حالا نمیتونم اینو بگم، ولی خب ما فرهنگمون طوری هست توی ایران که من شخصا جلوی بزرگتر خودم فحش نمیدم. یک چیزی که جز محدود چیزهایی بود که از نظر فرهنگی توی ترکیه من رو اذیت میکنه، از بچه کوچیک 4-5 سالشون گرفته تا مرد 80-90 ساله یا خانم که مثلا سن بالا داشته باشه، کاملا راحت فحش میدم. یعنی براشون اصلا هیچ محدودیتی نداره. جدی میگم، من بارها سر این موضوع گفتم که برام جالب هستش، باز میخوام مسیج اومد، برام جالب هست که خب شما چرا اینطوری هستید؟ براتون مهم نیست یک خانوم بغل شما وایستاده، یکی بزرگتر از شما بغل شما وایستاده و براشون راحته، این مشکلی ندارم. این جز چیزهایی بود که توی فرهنگ اینجا یه ذره برای خودم دوچار چلنج شدم. ولی خب جالب ایست جالب راجع به اینجا بخوام بهتون بگم، اینجا یک سری فوش ها براشون راحته، ولی مثال میزنم فوش بیشعور از میخوام یا بیشرف براشون خیلی زشته، توهین به شخصیت طرف مقابل، شخصیت و کاراکترش براشون نظره سنگین هستش. من به شما سایلنت کنم، از میخوام براشون سنگین هستش، ولی خب بقیه کارها بقیه فوشها رو نزیاد مشکل ندارم. در دیگر فرهنگاشون نه، حتی از فرهنگای ما هم خیلی استقبال میکنن. ما جشن چهارشنبه سوری رو میگیریم، خیلی دوست دارن، سال نو رو خیلی دوست دارن. البته این رو هم بخوام بگم که خیلی ایرانی توی ترکیه هست. به طور مثال ما نوروزمون رو میخوایم جشن بگیریم، در آنتالیای ترکیه هتل هایی هستن که سفره 7 سین میندازن برای مهمون ها. یعنی در این اندازه فرهنگ حالا ایرانی اینجا راحته و شما میتونید راحت با مردمش ارتباط برقرار کنید، صحبت کنید، ولی به خاطر حضور افراد دیگه از ملیت های دیگه توی این کشور، بعضی از افراد توی ترکیه زاویه دید خوبی به خارجی ها ندارن. مثلا اگر بدونن شما خارجی هستید یه گارد میگیرن، بعد وقتی میفهمن ایرانی هستید نه، حالا بعد اون گاردشون میاد پایین به خاطر حالا یه سری مسائلی که هست. اگر نه از نظر فرهنگی فکر نمی کنم کسی اگر مهاجرت کنه بگه من مشکل فرهنگی برام اینجا پیش اومده، چون که هم حالا از نظر یادگیری زبان کلمات مشابه داریم، هم از نظر حالا فرهنگی چیزهای مشابه زیادی توی ترکیه و ایران هست. بله، اشاره کردید به این که به حال جشن های ما اونجا برگزار میشه.
اول بفرمایید که شما از کدوم شهر تشریف آوردید به ترکیه، و خواهش میکنم بفرمایید که وقتی که از شما در مورد، خب به هر حال میدونید که چون ما نزدیک هستیم، اونا در مورد غذاهای ما، در مورد فرهنگ ما اطلاعاتی دارن و غذاهای ما خب به هر حال خیلی معروف و متنوع هست و همشون هم شناخته شده برای کشورهای دیگه. خواهش میکنم بفهمید در مورد اونها از شما چی میپرسن، یا در مورد پوشش ما نسبت به قدیم، یا در مورد موسیقی قدیم ما، یا اشعار قدیمی ما، مخصوصا در مورد کار خودتون که به حال کار تئاتر بودید، آیا در مورد این چیزا از شما سوال میپرسن که تو کشورمون به چه نحوی بوده؟ اینجا خیلی کنجکاو هستم در هست. خب خیلی از ترک ها برعکس اینکه اکثر ایرانی ها به ترکیه سفر کردن، خیلی از ترک ها اصلا نمیدونن جو حاکم بر ایران چطوریه و ایران چه کشوریه. من شخصا فکر میکنم از نظر دیدگاه فکری مردم ایران روشن فکرتر از مردم ترکیه هستن، با وجود همه محدودیت هایی که در ایران هست. بخوام از نظر سوال پرسیدم بگم، من یک سوال هایی ازم شده اینجا که واقعا عجیب بوده. مثلا به من میگن ایران دریا داره، ایران شهر بازی داره، ایران کافه داره. یک طوری توی ذهن و دیدگاهشون هست، توی نظرشون هست که یه کشور خیلی عقب مونده. حالا من میدونم ایران خیلی بازگشته به عقب، برگشت داشته توی این 40 و چند سال، ولی مردم ایران از اونجایی که خودشون آدمای مدرنی هستن، سعی میکنن از کوچکترین امکانات هم استفاده کنن که همه چی رو مدرنیزه کنن، اگه درست بگم. به خاطر همین کنجکاوی میکنم. من همیشه خودم با حوصله توضیح میدم، اینم پرسیدن که من از کجای ایران هستم. من بوشهری هستم، جنوب ایران، و خودم توی شهر کوچیک زندگی میکنم. الانم توی ترکیه توی شهر کوچیک ساحلی زندگی میکنم. خیلی آب و هوای نزدیک به شهر که توی ایران بودم بوشهر داره، خیلی از این بابت خوشحالم. و من خودم شخصا عاشق آداب ایرانی هم، به خاطر همین همیشه با حوصله میشینم براشون توضیح میدم که آداب و رسوم ما چی هست، به چه شکلی انجام میشه، و اونها هم چقدر باز یعنی چقدر مشتاقن که بدونن. مثال میزنم، فکر میکنم کردها همراه با ما اون چهارشنبه سوری رو به حال دلایل خودشون جشن میگیرن، و من اینو نمیدونستم. فکر میگم چهارشنبه سوری رو فقط ما جشن میگیریم، نگو این یک جشن پارسی هست که حالا کردها هم به خاطر پیشینه تاریخی که دارن که برمیگرده به حالا همون منطقه ایران، این رو جشن میگیرن. راجع به غذا، اصولا ترک ها غذاهایی که درست میکنن ادویه نداره. یعنی مثلا شما گوشت رو میخورید بوی اون گوشت میاد، مرغ رو میخورید بوی مرغ میاد. ما ایرانی ها فکر کنم از این موضوع بدمون بیاد، بخاطر همین زعفرون و زردچوبه و این چیزا استفاده میکنیم، هل و میخک و این چیزا میزنیم به غذا، مخصوصا ما جنوبی ها، که غذا خوشبو بشه. به خاطر همین یک ذره گارد دارن. مثلا اینجا میشه سبزی پلو که میبینن عجیبه براشون، اصلا سبزیجات اینجا نمیخورن. اونم بزنی به برنج سبزی رو بخوری، ولی من دوستایی داشتم که مجابشون کردم یه قاشق بخور، اگه دوست نداشتی یه غذا دیگه برات از بیرون سفارش میدیم میاد، و خورده و دوست داشته. اون گاردشو که طرف میشکنه خوشش میاد. یا یه خاطره بود، یه دوست برای ما تعریف میکرد که داشته قرمه سبزی میپخته اینجا، و یک همسایه به پلیس زنگ میزنه بیاد، بوی قرمه سبزی میاد. حالا چرا ناراحت شده بوده؟ چون اینا این شنبلیده ای که توی قرمه سبزی ما هست رو به مرده هاشون برای حالا تمیز کردن و شستشون میده. حالا امیدوارم دیدگاهتون نسبت به قرمه سبزی عوض نشه، دیدگاه خودم که عوض نشه، ولی خب به اون دلیل بوده که به پلیس خبر داده بوده اینا دارن چیکار میکنن این بومیاد از خونشون. یه خودش این خاطره خندهداری بود راجع به اینکه حالا جالبه براشون آداب و رسوم و فرهنگ و غذای ما، که حالا هست، حتی رستوران های توی استانبول هست که خیلی مشتری ها داره. ولی خب اینجا خب رستوران های عرب هم هست،
عرب ها بیشتر به غذاهای ایرانی علاقه دارن و ایرانی ها بیشتر به غذاهای عربی نسبت به حالا غذاهای ترکی و ترک ها نسبت به غذاهای ایرانی، چون که حالا آشپزخونه عرب ها و ایرانی ها خیلی شبیه تره به هم. ما حالا غذاهای اونها رو شخصا ترجیح میدیم. بله. خب تا به الان اینطور که شما فرمودید، پس از ابتدا تا به الان مسیر زبان و کار شما و ارتباط با مردم ترکیه برای شما راحت بوده. خواهش میکنم بفرمایید که از نظر تحصیلی هم به حال فرمودید که خواهر هم اونجا مشغول به تحصیل هستن. میخوام بدونم اگر کسی مهاجرت میکنه برای فرزندانش مشکلی از لحاظ تحصیلی اونجا نیستش؟ نظر شخصی من این هستش که هر چقدر فرد توی سن کمتری مهاجرت کنه راحت هم میتونه کنار بیاد. من خودم شخصا بعضی وقتا به خواهرم میگم آناهیتا، تا من که خسته شدم تو شبیه ترکا شدی، یعنی کاملا فرهنگ و سبک رقصیدن و غذاهایی که دوست داره، موزیکایی که گوش میکنه، سلیقش توی لباس پوشیدن، این که مثلا اصلا براش آرایش کردن مهم نیست، کاملا شبیه شده به مردم اینجا که نسبت به مردم ایران تجملاتی نیستن. مردم ترکیه اصلا آدم های تجملاتی نیستن. طرف میلیونر هست اینجا، میدی توی خونش یه ست مبل ساده، یه میز ناهارخوری ساده، یه تلویزیون ساده، در حدی که بتونه نیازش رو برطرف کنه. الان البته به خاطر سوشال مدیا، فضای مجازی که این بلاگرها و اینفلوئنسرها توش میان استش تو آفا انجام میدن، اینجا هم داره یه ذره تجملاتی گرا میشه، ولی باز من خیلی خوشم میاد که در مقابل اینکه مثلا ما توی خونه یک میلیونر ایرانی بریم، قطعا سه دست مبل توی خونش هست، ولی اینجا نه. حالا برم سر همون موضوعی که پرسیده بودید، به نظر من هیچ مشکلی توی تحصیل نیست وقتی سن فرد پایینه، چون توی سن کم شما زبان رو راحت تر یاد میگیرید، وقتش رو دارید که اصلا زبان رو یاد بگیرید، تحصیل میکنید ناخودآگاه زبان رو یاد میگیرید. من خواهر خودم موقعی که اومدیم اینجا فکر میکنم 8-9 سالش بود و به جای اینکه ما از کلاس مثلا 3 اون رو بشونیم که بعد ادامه میداد، ما از همون کلاس اول گفتیم بره مدرسه و کاملا الان زبان ترکی رو طوری صحبت میکنه که هیچ کس نمیتونه تشخیص بده که خارجی هستش. تحصیل برای کسی که میاد اینجا و هم در کنارش میخواد کار کنه خیلی سخت. یعنی شما اگر پشتوانه مالی نداشته باشید مهاجرت کنید، بخواید در کنار کارتون تحصیل کنید، به شدت سخته. مثلا یعنی خب شاید توی کشورهای دیگه راحت تر باشه، ولی این رو بگم که اکونومی، اقتصاد ترکیه واقعا در حال انفجار هستش. یعنی من صادقانه دارم میگم کسی که اینجا بتونه از پس مخارج زندگیش بر بیاد، در کنارش خیلی برای سخته که بخواد هزینه های تحصیلش رو هم پرداخت کنه. ولی اگر خب بچه‌تون هست، اوکی، مدرسه رفتن هزینه زیادی نداره. من راجع به دانشگاه دارم صحبت میکنم، برای فرزندتون که مشکلی نیست. اگر هم اینجا فرزندتون بیاد بره دانشگاه، خب مثل ایران یک آزمون کنکور تور داره اینجا، اگر توی اون کنکور رتبه خوبی بیارن میتونن بورسیه بگیرن و خب تحصیلشون هم براشون آسون بشه. مثل خود ایران دیگه، کسی که پول نداره باید خیلی درس بخونه که بتونه رتبه خوب بیاره، که بتونه رشته که دوست داره رو بره، یا اینکه پول داشته باشه بره قلمچی ثبت نام کنه یا اینکه فرزند شهید باشه چیز بگیره، درصد بگیره و قبول بشه بره دانشگاه. اینجا از نظر تحصیلی اینطوری هستش. خب فرمودید که از ابتدا تا به الان چه اتفاقاتی افتاد. الان در حال حاضر آناهید آریا توی ترکیه از شرایط فعلی خودش آیا راضی هست؟ آیا همون چیزی هستش که تو تصورات خودش بود نسبت به مهاجرت؟ و میخوام بدونم که نسبت به زمانی که وارد ترکیه شدید تا به الان شرایط خودتون رو چجوری میبینید؟ اگر بگم راضی هستم دروغ گفتم، چون من همونطور که گفتم من الان باید کسی می بودم که 4 ساله داره توی کشور اروپایی یا آمریکا زندگی میکنه
یا توی کانادا داره زندگی میکنه و زبان انگلیسیش اونقدر پیشرفت کرده، توی کار خودش داره کار میکنه، تحصیل داره میکنه، ولی شرایط زندگی اینجا به من اجازه رو نداد که به اون چیزی که میخوام برسم، به خاطر یک سری محدودیت هایی که برای افرادی که برای پناهندگی میان اینجا هست. اینها رو میگم که مردم بدونن که دارن نگاه میکنن. مهاجرت خیلی چیز سختیه به نظر من، هر کسی از نفسش بر نمیاد. یعنی شما اصلا بحث مالیش مد نظرم نیست، تا حتی اگه شما وضعیت مالی خوبی هم دارید شاید از نظر احساسی نتونید این موضوع رو هندل کنید. اینجا شما تنها میشید، افسرده میشید. این اتفاقاتی که من دیدم، افرادی که دست به خودکشی زدن اینجا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از پس شرایط بر نمیان. کسایی بودن که نمیتونستن از پس زندگیشون بر بیان، مجبور بودن کاری که دوست ندارن رو انجام بدن. من الان از شرایط زندگی خودم راضیم، طبق چیزی که دارم توی ایران میبینم. من اخلاقیات خودم طوری بود که الان یا زندانی بودم یا کشته شده بودم، ولی اینجا الان حداقل سالم هستم. میتونم نفس بکشم و اگر بخوام، اگر نگاه کنید مقوله مهاجرت به یک کشور فرق داره. من اینجا اگر بخوام پایه‌ریزی زندگیمو بکنم نمیتونم، چون من هنوز منتظرم که برم. کسی که میخواد پایه‌ریزی زیربنای زندگیشو بکنه یک سری کار، من شروع کردم به تحصیل کردم، خب اگر 2 ماه دیگه بخوام از این کشور برم، خب اون زمانی که گذاشتم برای تحصیل در اینجا، آزمون هایی که بدم، درس هایی که بخونم، با خب اون تحصیلی که بخوام در کشور دیگه انجام بدم، به نظر من خب نظر شخصی میشه، شاید یکی بگه نداری اشتباه میکنی حد امید. و خب اینجا کسانی که پناهنده هستن مجبورن توی یک شهر خاص زندگی کنن، مثلا استانبول که نمیشه شهرهای بزرگ، جز این که شما بتون اونجا فرد درجه یکتون سکونت داشته باشه. ولی خب افرادی که اینجا پناهنده هستن توی یک شهر باید ساکن باشن، برای خروج از اون شهر باید از پلیس اون شهر اجازه بگیرن و خب اکثرا شهرهای کوچیک رو میدن که بتونن زندگی کنن. حالا ما خیلی نزدیک به استانبول هستیم، به خاطر این شهر رو انتخاب کردیم که بتونیم راحت رفت و آمد داشته باشیم، ولی خب باز محدودیت‌های کاری ایجاد میشه. یعنی شما شاید اگر من توی استانبول زندگی میکردم، از نظر شغلی میتونستم پیشرفت بیشتر از چیزی که الان پیشرفت کرده بودم داشته باشم، چون کمپانی‌های بزرگ هستن، شرکت‌های بزرگ هستن، میتونید شما موقعیت شغلی بهتری داشته باشید. توی زمینه شغلی من بارها پیشنهاد بازی در تئاتر بهم تایمی هست که به خاطر به این دلیل به خارجی ها اجازه خروج نمیدیم، خب من نمیتونستم برم. یا مثلا صبح به من زنگ زدن ما یک ویدیو تبلیغاتی میخوایم بگیریم 2 روزه، چون جمعه بوده من نمیتونستم برم، از اداره پلیس اجازه بگیرم نمیتونستم برم که اون کار رو انجام بدم. یعنی به خاطر شرایط خاص من و خیلی از افرادی که اینجا پناهنده هستن، خیلی از موقعیت ها ما در ترکیه از دست میدیم. پناهنده ها در ترکیه اجازه کار ندارن، یعنی شما باید اون صاحب کارتون از طریق قانونی براتون اجازه بگیره، که خیلی از ترک ها قبول نمی کنن بخوان این پروسه رو طی کنن. به خاطر همین من از جایی که هستم راضی نیستم، ولی همچنان دارم برای پیشرفت زندگی تلاش میکنم. نمیگم پیشرفت نکردم، نمیگم اگه برگردم به عقب نمی اومدم، ولی منتظرم. خیلی میلیون ها ایرانی هستن، میلیون ها خارجی هستن که توی ترکیه منتظرن که از این وضعیت نجات پیدا کنن. چرا؟ چون شما اگه در بهشت هم باشی، ولی وقتی ندونی که قراره اینجا بمونی، قراره به یه جای دیگه، احساس راحتی نمی کنی. ما چون میدونیم که قرار نیست اینجا بمونیم، استرس این رو هم داریم که داریم میریم یک جای دیگه. حالا امیدوارم من زود برم اونجا هم دوباره با هم صحبتی داشته باشیم، من شرایط اونجا هم براتون تعریف کنم. امیدوارم واقعا اینطوری بشه و دوست دارم که صحبت هایی که کردم کسی رو نترسونه، ولی کسی اگه میخوام واقعا الان شرایط ایران واقعا بخوام یک کلمه بگم اسفباره. یعنی من دارم فکر میکنم مردم اگه بخوان مهاجرت کنن هم نمیتونن مهاجرت کنن،
واقعا دارم میگم من نجات پیدا کردم. بعضی وقتی ناراحت میشم من میگم من نجات پیدا کردم، من واقعا، ولی دوست دارم کشور خودم آزاد بشه، آباد بشه، برگردم به کشور خودم. همه دوست دارم، یعنی من واقعا کسی رو درک نمی کنم که میگه من دوست دارم خارج زندگی کنم. نه، من کشور خودم اگه آباد باشه، بتونم تو زندگی کنم، امنیت داشت جانی داشته باشم، بتونم نظرم رو بگم، بتونم دین خودم رو داشته باشم، کسی هیچ حرفی بهم نزن، خب دیوانه که نیستم بخوام برم یه کشور دیگه با چلنج زبان رو پیدا کردن، کار و اجازه کار و اقامت گرفتن و پاسپورت گرفتن و خیلی چلنج زیادی داره بخوام با اینا کنار بیام. قطعا هر کسی دوست داره تو کشور خودش زندگی کنه، ولی اگر تو این شرایط باز هم برگردم به عقب، باز هم اون موقع که من تصمیم نگرفتم در اصل، ولی باز هم دوست دارم خانوادم مهاجرت کنم و باهاشون بیام. خب فرمودید که به هر حال دعا میکنیم که برای همه ایرانیانی که مهاجرت کردند و دوست دارند به کشور برگردن، این امکان دوباره مهیا بشه و همه به کشور خودمون برگردیم. خواهش میکنم در بخش پایانی بفرمایید اگر توصیه یا پیشنهادی دارید برای افرادی که تازه قصد مهاجرت دارند و برای کسانی که تازه رسیدن به کشور دوم، و توصیه ای دارید که بتونن دغدغه ها و اون سختی هایی که ممکن هست جلوی راهشون باشه کمی کمتر بشه، براشون پیشنهادی دارید بفرمایید. این کسانی که میخوان مهاجرت کنن، من بهشون اینو میگم که اول به جیبتون نگاه کنید، چون اگه خالی باشه خیلی سختی میکشید. یعنی این رو بگم که موضوع مادیات در مهاجرت خیلی موضوع مهم. اگر حرفه‌ای ندارید، حتما قبل از اینکه مهاجرت کنید یک حرفه یاد بگیرید. یعنی یک حرفه ای که میاد شما به کشور بعدی بهتون میگن شما چه کاره هست، شما بتونید بگید که یک شغل خاص رو دارید. من آرایشگرم، من نجارم، من برقکارم، من خیاط هستم، من آشپز هستم، من باریستا هستم. بتونید یک کار رو انجام بدید که بتونید یک لاین کاری رو پیش بگیرید که بتونید توی اون کار پیدا کنید. اگر تحصیلات ندارید یا اگر حرفه خاصی رو بلد نیست، من همیشه توصیه میکنم زبان رو یاد بگیرید بعد بیاید. من این توصیه نمیکنم برای کشور ترکیه، چون یاد میگیرید به مرور زبان، براتون مشکلی پیش نمیاد. اگر سنتون کمه، اگر سنتون بالاست، شما اگر همونجا هم یاد بگیرید براتون همونجا هم سخته، اینجا هم بیاید براتون سخته، راه میافتید. ولی خب من به نظر من برای مهاجرت به ترکیه مقوله زبان مقوله مهم نیست، چون شما تو خیابون راه برید داد بزنید سلام خوبی، یکی جوابتون میده میگه سلام خوبم، یعنی میتونید ارتباط برقرار کنید. یا دو تا کلمه ترک خودشون فارسی بلدن، ترنسلیت هم هست و اینا. ولی مسئله توانایی شغلی و مالی و یک چیز مهم میده شاید خیلی بهش توجه نکنن، شما آدم قوی هستید یا نه برای مهاجرت، از پس مهاجرت برمیاد یا نه. مهاجرت یک کلمه یه که شاید هر کسی بشنوه دلش خوشه، هر کسی فکر میکنه اینه که مهاجرت کردن همش استوری میذارن خوشحالن و خوش میگذرونن و عکس های خوشگل میذارن، همش این نیست مهاجرت. در پس این عکس هایی که میذارن تنهایی های بزرگی هست، شاید افرادی هستن که مجرد اینجا مهاجرت کردن. من با خانوادم بودم، همیشه همه بهم میگفتن خوش به حالت، خانوادت باهاته. من افرادی رو میشناسم که دلشون تنگ میشه برای غذای مامانشون، دلشون تنگ میشه وارد خونهشون بشن یکی اونجا منتظرشون باشه، دلشون تنگ میشه شب که میرن خونه بتونن با یه نفر حرف بزنن، دلشون تنگ میشه واسه اکیپای دوستاشون. چون شما، این عقیده منه، دوستایی که تا یک سن میادن پیدا میکنه دیگه هیچ جن نمیتونه اونا رو پیدا کنه، این دوستای قدیمیت میشن. و من شخصا ترکیه که اومدم هیچ دوستی، بذار این کلمه بهتر بگم، رفیقی پیدا نکردم که محرم اسرارم بشه، رازدارم بشه، غمخوارم بشه. آدم نیاز داره به این چیزا، اینها نیست توی مهاجرت، خیلی سخت پیدا میشه. شما باید خودتون رو آماده کنید برای خیلی سختی هایی که از نظر روحی قراره بکشید.
خیلی وقتا میگین حتی من یک جای ندارم برم بشینم یه آهنگی گوش کنم به زبان خودم باشه، حتی یه جایی نیست من برم یه فیلم ببینم که به زبان خودم باشه. میدونم اینا خیلی چیزای پیش پا افتاده یه، ولی انقدر آدم نبوده اینا رو بعضی وقت حس میکنه توی یک جویه که حالا باز ترکیه بهتره، ولی شما اگر بخواید مهاجرت کنید به جایی که ایرانی ها انقدر زیاد نیستن باز سختی های بیشتری میکشید. پس از نظر مادی، از نظر توانایی شغلی، از نظر توانایی روحی باید تکمیل کنید خودتون رو و مهاجرت کنید. ولی آخرین جمله که بخوام بگم اینه که کسی که بخواد مهاجرت کنه مهاجرت میکنه، همه این سختی ها رو به جون میخره چون که هدف داره. کسی که هدف داشته باشه واسه هدفش هر کاری میکنه، چون توی ایران خیلی سخت رسیدن به هدفه. خب میتونی اون سختی ها رو برداری بدی کشور دیگه بدیش که بتونی به هدفت برسی. و به نظر من اگه تواناییشو دارید خودتون نجات بدین، نظر شخصی منه، چون که واقعا جوونا هم سن و سالای خودم توی ایران دارم میبینم تو چه شرایطی. اگه بابات پول نداشته باشه تو هیچی توی ایران، یعنی واقعا تو هیچی توی ایران، به هیچ روشی توی ایران اگر بابای پولداری نداشته باشی نمیتونی موفق شی به نظر من. و هر چی انرژی مثبت و فلان و بیسار اینا هم هست به نظر من بزدو، چون یه راه بیشتر نداره اگر بابا پول دار نباشه که موفق شی، اون اینه که توی لاتاری برنده شی. آره دیگه، امیدوارم که صحبتایی که کردم خوب واقع یعنی خوب باشه برای کسایی که میخوام مهاجرت کنم به ترکیه و همین دیگه. ممنون، سپاس از حضور شما خانم آریا، امیدوارم که برای شما و خانواده محترمتون آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که زمانی دوباره با شما صحبت بکنم که به تمام آرزوهاتون رسیده باشید و به اون جایگاه دلخواه خودتون رسیده باشید و همیشه براتون آرزو دارم که در سلامتی و شادی باشید. ممنونم، مرسی از شما که من دعوت کردیم. شب خوب باشید. شبتون بخیر.